سرمایه‌گذاران در بازارهای جهانی در انتظار روشن شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، اما بازارهای سهام منتظر نمانده و میتازند. روز پنجشنبه برای نخستین بار در 4 دهه اخیر شاخص S&P 500 و داو جونز بالاترین رشد روزانه بعد از یک انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا را تجربه کردند. همزمان بازارها در لندن و فرانکفورت و آسیا واکنش مثبت نشان دادند. اما در این سایه روشن سیاسی بازارهای سهام چطور میتازند؟ The race for the Senate seats is also unfolding. For control of the Senate. Balance of power in the Senate. کارشناسان میگویند یکی از مهمترین دلایل حرکت مثبت بازارها این است که آرای شمارش شده نشان میدهد که حتی با پیروزی بایدن حکومت آمریکا به صورت یک پارچه دموکرات نخواهد بود. دموکرات ها مدت هاست که میگویند به اصطلاح موج آبی به راه خواهند انداخت. نه تنها کاخ سفید که مجلس نمایندگان و سنا را هم تصاحب خواهند کرد. موج آبی دموکرات ها اما هنوز نتوانسته از صخره قرمز جمهوری خواهان در مجلس سنا عبور کند. هرچند که نتیجه هنوز روشن نیست. بازارهای سهام آلمان مثل بچه ها در روز کریسمس خوشحالند. اگه بایدن رئیس جمهور بشه ریسک جنگ های تجاری کم میشه. اوضاع در حوزه ژئوپلیتیک هم آرومتر میشه. این خبر خوبی برای صادرات ماست چون میتونیم صادرات به آمریکا رو بیشتر کنیم. از طرف دیگه خیلی مهمه که سنای آمریکا جمهوری خواه باقی بمونه. این یعنی مالیات در آمریکا بالا نمیره و فعالیت شرکت های داروسازی، های تک و بانک ها محدود نمیشه. دلیل دیگر تاختن بازارها بالا رفتن ارزش سهام شرکت‌های فناوری است. ارزش این شرکت‌ها بی توجه به رویدادهای سیاسی در یک سال اخیر و همزمان با همه‌گیری ویروس کرونا رشد چشمگیری داشته. در بازارهای دیگر اما واکنش به بی‌نتیجه ماندن انتخابات آمریکا متفاوت بوده. موج دوم کرونا و روشن نبودن نتیجه انتخابات آمریکا قیمت هر بشکه نفت وست تگزاس را در بازار نفت به پایین $38 در هر بشکه کاهش داده. البته اوپک پلاس در حال رایزنی برای تمدید سقف تولید فعلی است و پیش بینی می شود که این موضوع باعث افزایش نسبی قیمت نفت در هفته های پیش رو شود. اما فعالان بازار نفت آینده این بازار را در صورت پیروزی بایدن مثبت ارزیابی نمی کنند. بازار طلا که در انتظار موج آبی دموکرات‌ها و تصویب بسته حمایتی جدید 2000 میلیارد دلاری بود، حالا رشدش متوقف شده. همزمان پیش بینی می‌شود که با پیروزی احتمالی جو بایدن، تقاضا برای طلا به عنوان یک کالای امن برای سرمایه‌گذاری بالا برود. در این شرایط، ارزش دلار هم دیروز پنجشنبه به پایین‌ترین میزان خود در 2 هفته اخیر رسید. همزمان نرخ ارز در ایران دچار نوسان شد. ابتدا و زمانی که احتمال پیروزی ترامپ بیشتر بود، دلار اوج گرفت، اما با خبر نزدیک شدن بایدن به پیروزی، دلار در بازار آزاد ارز ایران سیر نزولی پیش گرفت و در برخی صرافی‌های تهران تا 27 هزار تومان هم فروخته شد. طلا هم روند دلار را پیش گرفت و قیمت هر سکه به حدود 12,300,000 تومان رسید. شاخص کل بورس تهران هم در آخرین روز کاری هفته همزمان با رشد ارزش سهام شرکت‌های شاخص‌ساز رشدی نسبی داشت. شاخص بورس در روزهای اولیه اعلام نتایج انتخابات آمریکا نزولی شده بود. شاید بازارهای داخلی هیچ کشوری در جهان تا این حد تحت تأثیر فضای انتخابات آمریکا نباشد. به نظر می‌رسد ابهام در بازارهای ایران تا معلوم شدن نتیجه قطعی انتخابات آمریکا ادامه داشته باشد. شیدا هوشمندی، BBC.